بنابراین ما موقعی که داریم در مورد آریایی ها حرف میزنیم و در مورد هیتیا میتانیا در مورد اینا حرف میزنیم، دو تا چیز یادتون باشه. یکی اینکه اینا اصلا یه جریان جمعیتی، یعنی دو تا نیستن. اینطوری نیست که یه گروه جدا رفته باشن ایران غربی، یه گروه جدا رفته باشن ایران شرقی. من قبلا توی کلاس تاریخ هنر بحث کردم که هنر اینا به هم دیگه واسه خدایانشون، به هم دیگه واسه روایتاشون اصلا یکیه. و بعدن هم در دوره هخامنشی شما میبینید که اینا یه بخشی از اقوامی هستند که ایران رو دارن میسازن. لودیایی ها که یکی از دولت هایی بودن که کوروش میگیرتشون، اینا جمعیتشون لوویایی بوده، بخش عمدهشون لوویایی آریایی بودن، لوویایی شبیه هیتیا بودن. یه زبانشون البته خود فرق میکرده، خط داشتن، منتها یکی از بخشای تشکیل دهنده دولت هیتی هستن لوویایی ها بودن و ادامه پیدا میکنن. استخونبندی لودیه بعدی هم همینا هستن و اینا ادامه دارن. کل دوره هخامنشی مردم اونجا هستن و چیز در واقع جزء گروه ایرانی های ساکن آناتولی محسوب میشن، جزء آریایی های ساکن آناتولی محسوب میشن. این نکته اول داشته باشه. اینو برای این من دارم تاکید میکنم روشون. شما یه تعبیرایی میبینید، مثلا هیتیا رو میگن هندو ایرانی. خب اصلا هیچ ربطی به هندیا ندارن هیتیا. هیتیا به لحاظ جغرافیایی که تو ایران غربی و آناتولی بودن، اصلا هیچ اون ربطی نه جغرافیایی نه زبانی، هیچ ربطی به هندیا ندارن. هندیا اصلا متأخرترن. هندیا اولین ظهورشون، یعنی اولین ظهور دین هندو و دین هندو به عنوان هندو، ببینید وداها هندو خودشو نمیدونه. وداها با متون اوستایی قدیم مثل یشتا در هم تنیده است. مهابهاراتا اصلا خودش رو متن هندی نمیدونه. مهابهاراتا این متنی مثلا وندیداد و مهریشت رو اینا اصلا کاملا به هم دیگه چفتن، به هم دیگه متصلن و جغرافیاش هم همون جغرافیای ایران شرقی بدنش. بنابراین این خطاها رو از ذهنمون پاک کنیم، چون خیلی وقتا شما توی متنای چیزایی میبینید، مثلا در مورد زوروان به طور مشخص که ما میخوایم بحث کنیم، شما هم تو ایران شرقی زوروان دارین هم تو ایران غربی زوروان دارین و اینا خب بدیهیشون همونطور که گفتم اینا یه مردم بودن و بعد یه معمای عجیبی شده که هیتی ها منظورشون از زوروان چیه و اوستایی ها منظورشون چیه و چرا توی وداها نیومده و به این شکل در واقع اونجا نداریم. خب روشنشون بدنی جمعیتی که تو ایران زمین بوده همین مردمی بودن که اوستایی بودن و در واقع سکایی ها، بلخی ها، خارزمی ها، اوستایی ها اینا بودن. تو ایران شرقی، ایران غربی هم هیتیا و میتانیا بودن و هندیا تو حاشیه بودن اون موقع و اهمیتی نداشتن اصلا در اون مقطع و هویت مجزایی اصلا نداشتن. بنابراین خیلی چیز عجیبی نیست موقعی که شما میبینید خب خدایانی که تو این ناحیه‌ان در ایران شرقی و ایران غربی یکی هن اصلا و خیلی بدیهیه. توی منابع هیتی اسم ایندرا اومده، اسم در واقع مهر اومده. خب تو ایران شرقی هم اسم همینا دوباره اومده، اسم مهر رو دارین تو وداها، مهمترین ایزدی که دارین ایندرا است و یه بافت جمعیتی شما دارین که پخش شده توی کل قلمرو به ایران زمین. شما ایران زدایی شدهش رو دارید میبینید و ایران زدایی کردن چون یک امر مهمی توی هویت تاریخی مردم این منطقه رو از اون وسط سعی میکنه حذف کنه، طبیعتاً تصویر کج و کله و نادرستی به دست میده. اگر این خطاها رو کنار بذاریم، شما یه جمعیت آریایی میبینید و این جمعیت آریایی مستقیما منتهی میشن به ایرانیا. یعنی همینا ادامه شون میان میشن ماتها و پارسا، میشه دولت هخامنشی، کل همین قلمرو هم میگیره، کل میراث دینی و هنری و فرهنگی اینا رو هم داره همراه خودش و ادامه پیدا میکنه تا دورانهای بعدی. دوره ساسانی هم همینه، دوره سلجوقی هم همینه. همین الانش هم نگاه میکنین مردم این منطقه هویت مشترکی دارن. این منطقه حوزه تمدن ایرانیه. حالا تو این چارچوب وقتی نگاه کنید و رد پای زوروان رو بخواین حالا ببینید اینجا، تو این بافت یه دفعه وقتی این شکلی نگاه کنید راحت میشه کار، چون میبینید که همزمان در میانه هزاره دوم پیش از میلاد هم تو ایران شرقی هم تو ایران غربی توی متونی که از اینها باقی مونده و این متون مهمترینش متون اوستایی در ایران شرقیه و متون هیتی در ایران غربیه، همزمان توی هر دوتای این متون اسم یک خدایی رو میبینید به نام زوروان. خب اجازه بدین از ایران غربی شروع کنیم بیایم، چون در ایران غربی اتفاقا جسته گریخته تره متنی که داریم. یعنی مردمی که هیتی ها و میتانی ها رو، دولت های هیتی و میتانی رو تشکیل میدادن، دین مستقل نیرومند جدایی از خودشون به جا نذاشتن. دینشون همون دین آریایی های قدیمه، یعنی همون دینی که سکاها داشتن، هندوها شما بقایاش رو الان میبینین دارن، نمیدونم تو یشت های قدیم میبینید، اون دین چند خدایی آریایی های قدیم
هیتیام داشتن، میتانیام داشتن، بعدا آشوریام از اینا وامگیری میکنن. یعنی خدایان آشوری هم ساختارشون آریاییه خیلی. حالا البته این نظر منه، منتها نوشتم این رو و مستند هست، میتونید بخونید. مثلا آشور احتمالا میتراست، احتمال خیلی زیاد به نظر من همون مهره، و آشور اشر یا اشره اکدی نیست اصلا اونطور که میگن، بلکه اسور است، همون کلمه اسور است. و اصلا دارین این کلمه رو جای دیگه هم توی منابع آشوری میبینید، وامگیری میشه تو زبون اکدی که زبون سامیست. توی این چارچوب وقتی نگاه میکنید، حالا از ایران غربی اگر شروع کنیم، شما در قرن 15 و 16 پیش از میلاد در جنوب این ناحیه، یعنی در کردستان عراق امروز، در یه منطقه‌ای که قدیم بهش میگفتن آراپا، و این آراپا بعداً تبدیل شده، الان تبدیل شده به کرکوک، اینجا در هزاره دوم پیش از میلاد یه شهری بوده، الان به صورت یه تل باستانی باقی مونده، تعامیم، الان تل تعامیم بهش میگن تو عرب، تو عربی. این تل، دو تا تل کوچیکتر هم البته کنارش هست، ولی اونا مال یه دوره تاریخی خاصه. این تل اصلی اصطلاحاً شهری اونجا بوده که الان تبدیل به یه تپه باستانی شده به نام نوزی، شهر نوزی. شهر نوزی اولا خیلی قدیمیه، یعنی شما از 1003 پیش از میلاد از دوره سومریا اینجا شهر دارید و ادامه پیدا میکنه تا دوره آشوری هم دارین، بعد در دوره هخامنشی هم اینا تا یه حدودی بودن. یه شهر خیلی مهمیه، الان هم هستی، الان هم کرکوکه اسمش، اون شهری که اونجا اسمش کرکوکه. بنابراین یکی از کهن‌ترین شهرهای حوزه تمدن ایرانی همین کرکوک خودمونه. در این دورانی که ما ازش حرف میزنیم اسمش بوده نوزی، و اسم البته قدیمی تر چیزش آراپا بوده اسم اونجا، یا آرافا بهش میگفتن. این نوزی توش کلی کتیبه پیدا شده، کتیبه هایی که پیدا شده در واقع از مرتبه، حالا خورده هاشو بخواین حساب کنین، چند ده هزار تا کتیبه است، منتها 5000 کتیبه جدی اونجا کشف شده، بخش عمدش هم خونده نشده هنوز. منتها توی اونایی که خونده شده ما میبینیم که میانه هزاره دوم پیش از میلاد، حدود 1450 1400 پیش از میلاد، این حدودا شما اسم یه خدایی رو میبینید توی اون شهر که اسمش از زاراوا، و این به احتمال زیاد زوروان خودمونه. زاراوا یه خداییه که اسمش توی معمولا اسناد مالی میاد، یعنی گواه گرفته میشه، یعنی معلومه با عهد و پیمان و اینا نسبتی داره. ظهور نامش با ظهور نام خدایان آریایی همزمانه، یعنی خدایان دیگه مثل ایندرا، مثل میترا، مثل وارونا، این اسمای دیگه این شکلی هم یه دفعه شما میبینید. و یه نکته خیلی جالب این که یه خورده بعدتر، حدود یک قرن بعد، حدود سال 1350 پیش از میلاد، حدود 100 سال 150 سال بعد، ناحیه شمالی اینجا، یعنی توی آناتولی، این که گفتیم میشه الان میشه در واقع ناحیه کوهستانی شمال میانرودان، یعنی کردستان عراق، و 100 سال بعد، 150 سال بعدش تو نواحی شمالی تر، یعنی در قلب آناتولی، در ناحیه‌ای که بهش میگن بغازکوی، و بغازکوی در واقع پایتخت هیتی ها بوده برای مدت طولانی، اونجا هم شما دوباره اسم زوروان رو میبینید. تو چه سندی میبینید؟ توی سندی که اصطلاحاً بهش میگن کتیبه بغازکوی. بغازکوی اینم داشته باشن که شهر دینی بوده، یعنی توی چه پایتختشون بوده، منتها کنار این پایتخت یک در واقع دره کوهستانی خیلی زیبایی داریم، الان هم هست، آثار باستانیش هم چشمگیر و تکان دهنده است، برین حتما ببین، بریم ببینیدش. اونجا در واقع آیین پرستش خدایان قدیم هیتی رو رو در و دیوار کشیدن. من چند تا مقاله رو نوشتارم توی اون سری تاریخ هنر گفتم، حالا براتون اینجا هم خواهم گذاشت، و بسیار بسیار تکان دهنده و چشمگیره، و خیلی ادامه اون هنری است که در ایران مرکزی و ایران غربی در واقع توی لرستان شکل میگیره، یعنی این ادامه کتیبه آنوبانینی توی سرپل زهابه، در واقع همون تکنیک و همونیه که بعدا مثلا توی کتیبه بیستون و نقش رستم و جای دیگه مشابهش رو میبینید. دیوارنگاره های سنگی داره، خدایانی رو اونجا میبینید، خدایان مهم هیتی و مردم بومی اونجا قبل از اینکه آریایی ها بیان، یعنی هوری ها،
و حتی ها، حالا اونجا مردم متنوعی بودن، اینا دیگه آریایی نیستن، حتی ها و هوری ها، اینا رو هم با هیتی ها قاطی نکنید. بعضی ها حالا سواد درست حسابی ندارن، همه اینا رو فکر میکنن یکیه، فکر میکنن حتی ها و هیتی ها مثلا یه مردم هن. در حالی که دو تا گروه متفاوتن، حتی ها و هوری ها بومیان اون منطقه هن. و اینا قفقازی هن. اینا نژادشون متفاوته با آریایی هایی که جدید وارد منطقه میشن. اونجا شما یک کتیبه میبینید توی اون بغازگو که پیمانیست، عهدنامه است میان شاه مقتدر و توسعه طلب هیتی که اسمش هست سوپیلولیوماس اول، که حالا معلوم بهش دیگه سوپیلولیوماس میگم. یه سوپیلولیوماس دوم و یه دونه سوم هم مدت کوتاهی داریم. این شاه که خب شاه مقتدر هیتیه و بر آناتولی داره حکومت میکنه، میاد تو منطقه کرانه باختری فرات، همینجوری که الان هم خیلی درگیری هست در موردش، میاد توی فرات و حمله میکنه، یه تیکه رو میگیره اونجا. اون منطقه، منطقه نفوذ و منطقه در واقع قلمرو میتانی ها بوده. میتانی ها ماریایی هن لنگه اینا، ولی یه دولت دیگری دارن در جنوبشون. و این منطقه کرکوک و اینا که گفتم مال منطقه میتانی ها بوده در واقع. اینم بهتون بگم میتانی ها هم آریایی بودن، هم یه رساله خیلی مهمه ازشون باقی مونده که قدیمی ترین رساله پرورش اسب دنیاست و کلید واژه های مربوط به اسب و اینا رو اولین بار شما اونجا میبینین. اسب قشو کردن و نمیدونم چجوری بهش غذا بدین و چجوری رامش کنید و اینا رو اونجا میبینید. کلمه اسب هم اولین بار اونجا میاد، اسب، این کلمه این شکلی که کلمه در واقع آریایی قدیمه، حالا جای مختلف به شکل‌های مختلف تو زبان ایرانی به کار میره، اولین بار تو اون کتیبه میبینه. شاه میتانی، میتانی هم دولتی بوده برای خودش دیگه، شاه میتانی آدمی بوده که قدیما اسمش رو میخوندیم ماتیوازه، منتها الان توی خوانش‌های جدید شاتیوازه اسمش رو میگن. بنابراین یه شاه داریم در جنوب کردستان عراق الان شاتیوازه، یه شاهی داریم در شمال غربی در واقع آناتولی به نام سوپیلولیوماس. این دوتا با هم دیگه درگیر میشن سر درهی در شمال در واقع غرب فرات و با هم دیگه دعواشون رو فیصله میدن، یه عهدنامه می نویسن. توی اون عهدنامه اسم زوروان اومده و این دومین جاییه که یه خدایی به نام زاراوا بهش اشاره میشه و مشتقاتش رو هم میبینیم. بعد مثلا تو کتیبه نوزی، کتیبه هایی که تو نوزی پیدا شده، شما مثلا زاروان اسم اینطوری میبینید، ایتی زاروا میبینید، دوکی زاراوا میبینید، یعنی مشتقای متفاوت کلمه زوروان رو تو کتیبه های مختلف میبینید. باز دوباره یادتون باشه که کتیبه های نوزی یه دونه کتیبه نیست، یه مجموعه از کتیبه هاست، کامل هم خوانده نشده، کتیبه لو هم هست، یعنی گل نوشته است. کتیبه بغازکو یه عهدنامه سلطنتیه، فرق میکنه با این چیزی که توی نوزی نوشته شده. مال نوزی توی قلمرو میتانیه، اونی که شما تو بغازکوی میبینین تو قلمرو هیتیه. بنابراین آریایی که تو ایران غربی وارد شدن، چون اونا که تو آناتولی اومدن، چون اونا که اومدن تا کردستان پیش اومدن، اینا یه خدایی داشتن به نام زوروان، زاراوان حالا بخوایم به زبان خودشون بگیم. خب حالا همزمان شما میبینین که توی ایران شرقی هم یه دفعه اسم زوروان میاد. اسم زوروان تو ایران شرقی توی منابع اوستایی میبینید، منابع ودایی این اسم رو به این شکل ندارن و جالبه که این بدنه ایرانیه که زمان به صورت یک خدای جدا براش مطرحه. شما اسم زوروان رو ولی جالبه که کم میبینید. من یه تحلیلی کردم مثلا تو یسنه ها، توی همون کتاب اسطوره شناسی ایزدان ایرانی مفصلی ناوردم، یه تحلیل عددیه از این که مفاهیم قدسی در یسنه ها چی بوده. ببینید یه نکته یادتون باشه دوستان، توی متون اوستایی شما یه سری متون پیشا زرتشتی دارین که اینا البته نسخه زرتشتی شده شو ما الان داریم میبینیم ما، ولی قدیمی تر از دوره زرتشته و مثلا مهریشت، آبانیشت، فروردینیشت، بهرامیشت، رامیشت، اینا مال پیشا زرتشتن. یه سری متون زرتشتی داریم که اولیشون گاهانه و گاهان قدیمی ترین در واقع متن فلسفی دنیا هم هست، سروده های خود زرتشته. بعد از اینکه آیین زرتشتی میاد، کلا در قلمرو تمدن ایرانی همه ادیان
جلوه فلسفی پیدا میکنن، یعنی پیکربندی عقلانی دقیق شفاف و مستدل پیدا میکنن. تو ایران فقط این رخ میده. ما موقعی که در مورد آیین هندو حرف میزنیم، آیین هندو بخشی از دین آریایی های قدیمه که این اتفاق دربارش نمیفته، یعنی خیلی دیر و همین الان هم داریم حرف میزنیم، در واقع دین هندو اصلا یه دین نیست. دین هندو مجموعه ای از خدایان توشن، همون ادیان قدیم آریایی که زرتشتی نشدن اینها و توی شبه قاره هند پخش شدن. مثلا سکاهای قدیم هم به نظر میاد که خیلی هاشون این دین قدیمی آریایی رو داشتن و این منطقه، توی منطقه ترکستان و تا نیمه شرقی قلمرو چین رو هم گرفته بودن و دینشون هم این شکلی بوده. منتها توی اون هسته مرکزی، یعنی آنجایی که دین زرتشت ظهور میکنه و بعدا خوب میشه شاهنشاهی هخامنشی و تثبیت میشه این ایده، اونجا شما میبینید که مفاهیم فلسفی برجستگی پیدا میکنن و متنی که این تثبیت رو نشون میده متنیست که اصطلاحا بهش میگن یسنه. بنابراین شما متون کهن پیشا زرتشتی اوستایی رو دارین که مهمترینش یشت ها هستن، گاهان رو دارین که متن مؤسسه، بعد یه متنی رو دارید به نام هفتهات که این رو شاگردان زرتشت حدود 100-150 سال بعد زرتشت تدوین کردن و خیلی مهمه که نثر، یعنی به احتمال زیاد نوشته شده بوده از همون اول، چون شعره که سینه به سینه نقل میشه و نثر یعنی نوشته شدن و احتمالاً هم جالبه که در ری نوشته شده، یعنی ری خیلی مهم میشه از اینجا به بعد، این منطقه که همین الان تهرانه و ما هستیم. و بعد شما یسنه ها رو دارید که یسنه ها احتمالاً دیگه مال قرن هفتم هشتم پیش از میلاد، دوره نزدیک دوره مادها و اینا باید باشه متنش، و در دوره هخامنشی همه این متن تدوین میشه، یک پارچه میشه و زرتشتی میشه، یعنی زیر چتر جهانبینی زرتشتی قرار میگیره. توی یسنه ها جالبه که اسم، مثلا براتون بگم، مثلا اسم مزدا رو شما بیشتر از 100 بار میبینید، اسم اهورا رو بیشتر از 120 بار میبینید، اسم اهورا مزدا رو به صورت ترکیب 250 یه بار فکر میکنم بیشتر از 250 بار میبینید. خیلی این اسمایی که تکرار میشه. بعد جالبه که مثلا اسم وای رو اگه من اشتباه نکنم 22 بار فقط میبینید، اسم اندروای که اونم باز اسم مکانه، اسم باده رو 7 بار میبینید و خیلی جالبه اسم زوروان رو یه بار فقط میبینید اونجا. من حالا در موردش یه مقدار بیشتر خواهم گفت، یعنی یا حالا بد نیست الان تا اینجا اومدیم اینو بگم و با این اصلا بس رو ببندیم. ببینید توی یسنه ها یه چیز خیلی مهمی که ما میبینیم اینه که در واقع قبل از اینکه یسنه ها رو برسیم، توی یشت های قدیم هم اسم زوروان اومده چندین بار. این اسم منتها مبهمه، خیلی معلوم نیست یعنی چی و خیلی بسامدش کمه، یعنی کلمه خیلی رایجی نبوده. یه مثال من براتون بزنم، توی یشت ها اسم مهر 230 بار فکر آره اگه اشتباه نکنم 230 بار اسم مهر میاد، یعنی بیشترین بسامد کلمه مهر داره توی یشتای قدیم، از کلمه آناهیتان بیشتره، از اهورامزدان بیشتره. این یشتا معلومه بدنش مال دورانی هن که مهر توش ایزد خیلی مهمی بوده، منتها توی همون دوران اسم زوروان رو شما خیلی نمیبینید. توی یشتا اشاره شده بهش ولی خیلی اسم رایجی نیست. جالبه که توی اونجا شما اشاره هایی که میبینید اشاره هاییه که انگار این زوروان سازنده یه چیزیه و این خیلی جای توجه داره. یعنی توی مثلا قبلا هم من درس گفتار قبلی براتون گفتم، مثلا وای که یه جنبه خوب یه جنبه بد پیدا میکنه، وای یه جاهایی وای زوروانداد نامیده میشه و درنگ خدای اصلا بدن، یعنی مکانی بادی که با زمان پیوند خورده. خیلی جالبه که توی روایت های خودی که دوره زرتشت به بعد پل چینوت، یعنی اون پلی که زمین و آسمان رو به هم دیگه متصل میکنه و روان مردگان چه نیکوکاران و چه بدکاران ازش عبور میکنن، حالا یا میتونن عبور کنن یا نمیتونن، منتها پل چینوت صفتش زوروان داده، یعنی زوروان آفریده این پل رو. بنابراین نام زوروان کم دیده میشه ولی جاهای کلیدی و حساسی دیده میشه.